بیاید یک معامله ای کنیم. شما فقط چند دقیقه از وقتتون رو به من بدین و من در عوض به شما اطلاعاتی رو میدم که سالها افراد زیادی برای به دست آوردنش تلاش کردن. هیجان انگیز نه؟ شایدم خسته کننده است و حوصله‌تون سر میره. حوصله سر رفتن احساسیه که دوستش نداریم. خوشایند نیست برامون، اما وجود داره. برای هممون پیش میاد. خب البته الان اینستاگرام و توییتر و تلگرام و خیلی چیزهای دیگه برای سرگرم شدن وجود داره. چرا باید اصلا اهمیتی داشته باشه وقتی خیلی راحت میشه سرگرم شد؟ اما یه نکته ای هست. درد فیزیکی، دلهوره و تهوع هم خوشایند نیست. اما همشون یک دلیل خارجی یا هورمونی دارن. در حالی که حوصله‌مون وقتی سر میره که به دنیای بیرونی و اطرافمون و حتی تخیلات و افکارمون علاقه ای نداریم. وقتی که خودمون با خودمون تنها هستیم. خب این یعنی خود بودن ما، همین زنده بودن و زندگی کردن ما کافی نیست و جذابیتی نداره. یعنی زندگی خودش به تنهایی جذاب نیست. آرتور شوپنهاور یکی از بزرگترین فیلسوفان تاثیرگذار در فرهنگ و تمدن مدرن میگه اگه زندگی به خودی خود دارای مفهوم باشه، حوصله کسی نباید سر بره، چون خود بودن و زندگی جذاب و سرگرم کننده است. اما به نظر میرسه اینطوری نیست و هنوز هم گاهی حوصله‌مون سر میره. مشکل کجاست؟ زندگی و بودن ما مشکل داره؟ حدود 200 سال پیش جاکومو لئوپاردی، نویسنده و شاعر و فیلسوف ایتالیایی، در نامه‌ای به پدرش می‌نویسه بی‌حوصله بودن عالی‌ترین احساس انسانه، چون نشون میده روح بشر از بعضی جهات بزرگتر از کل جهانه. بی‌حوصلگی نمود و نشونه ناامیدی از پیدا کردن چیزیه برای ارضای روح بی‌حد و حصر بشر. چیزی که خیلی جالبه اینه که وقتی بی‌حوصله هستیم مغز بیکار نیست و فقط حدود 5% کاهش فعالیت داره. تصویرسازی تشدید مغناطیسی یا همون امارای خودمون نشون میده که حتی فعالیت مغز در بخش‌های مربوط به یادآوری خاطرات شخصی و فکر کردن به دیگران و حتی خیال پردازی بیشتر هم میشه. جنیفر شوسلر در مقاله‌ای با عنوان دلزدگی ما خود ما توضیح میده که چطور در مسیر تکامل بشر دلزدگی و بی‌حوصلگی منبع مهمی برای خلاقیت و همینطور بهتر کردن شخصیت خودمون بوده. دلزدگی شرایطیه که به ما تحمیل میشه تا فکر کنیم یا به مسائلی توجه کنیم که قبلا ندیده گرفته بودیم یا تمایلی نداشتیم انجام بدیم، مثل تمیزکاری، نوشتن، حل کردن جدول یا بازی کردن. سر رفتن حوصله محرک بزرگی بوده برای بخش زیادی از دستاوردهای بشر. اما چجوری میشه بی‌حوصلگی و کسل بودن رو اندازه گرفت؟ درجه مستعد بودن برای کسلی یا BPS با بررسی شرایط مختلف تخمین میزنه هر فرد چقدر امکان داره بی‌حوصله بشه. حد نرمال یه چیزی بین 81 تا 117 و از این عدد میشه برای بررسی احتمال چیزهای دیگه استفاده کرد. مثلا کسایی که میتونن به راحتی احساسات مختلفشون رو بروز بدن و تشخیص بدن، شناخت خوبی از خودشون دارن و شناخت و درک بیشتر از خود عدد پایین‌تری رو در این مقیاس نشون میده. اما وقتی صحبت از بی‌حوصلگی مداوم میشه، مقصر میتونه ساختار فیزیولوژیکی بدن و مغزمون باشه. افرادی با گیرنده های کمتر دوپامین در مغز نیاز به هیجان بیشتری دارن تا بی‌حوصله نشن. یعنی کسلی مزمن میتونه نتیجه ساختار مغزمون باشه، چیزی که اگه بهش توجه نشه ممکنه تبدیل به مشکلات جدی تری بشه. افسردگی، استراب، اعتیاد، پرخاشگری و عدم تمایل به روابط اجتماعی. آمار مرکز ملی مبارزه با اعتیاد در آمریکا نشون میده 3 دلیل اصلی برای تمایل نوجوانان به مصرف مواد مخدر: استرس زیاد، خرج کردن بیش از حد و بی‌حوصلگی مداومه. آمارها میگه تنها شاخص مورد اطمینان برای بررسی اینکه معتادان ممکنه دوباره برگردن به مصرف مواد همین شاخص BPS یا میزان بی‌حوصلگیه. مغز ما برای سالم موندن نیاز به محرک داره، نیاز به سرگرم شدن داره. البته نه خیلی زیاد که غرق بشیم توش. یه میزان مناسب و البته متفاوت برای هر شخص که بتونه با انرژی و انگیزه کافی کار کنه. چیزی که روانشناس‌ها بهش میگن فلو. در نبود محرک کافی برای مغز ما شروع می‌کنیم به پیدا کردن یک چیزی که از این وضعیت بیرون بیایم که چیز بدتری اتفاق نیفته. مغز ما دچار تئاسوفوبیاست، ترس از بی‌حوصله شدن. نورمن دویج میگه هیچ چیزی سریعتر از شرایط یک نواخت باعث تحلیل مغز نمیشه.
یک نواختی و روزمرگی جلوی رشد مغز ما رو میگیره و حتی سلولهای موجود رو تخریب میکنه. تنوع و تحریک باعث عصبزایی در مغز میشه، ساخته شدن سلولهای جدید مغزی، حتی کمک میکنه سلولهای مغزی موجود بیشتر زنده و فعال بمونن. عدم وجود محرک کافی برای مغز باعث میشه مغز خودش دست به کار بشه و محرک برای خودش ایجاد بکنه. توهم ممکنه در مغز هر کسی اتفاق بیفته اگه محرک بیرونی کافی وجود نداشته باشه. اثر گانسفیلد وقتیه که ورودی های مهم بدن مثل چشم و گوش در معرض نویز و رنگ ثابت و مداوم قرار میگیره. مغز شوکه میشه و شروع میکنه به تولید توهم. مثلا با گذاشتن نصف توپ پینگ پونگ روی چشم و گوش کردن به پارازیت رادیو. یا در روش های پیشرفته تر میتونه با استفاده از محفظه‌ای که حاوی آب نمک غلیظه تا معلق بمونیم و از صدا و تصویر و حتی دما و بو رو هم کنترل میکنه تا باعث ایجاد توهم بشه. وقتی جلوی تحریک مغز گرفته میشه، مغز وارد چرخه‌ای میشه که از بی‌حوصلگی و کسل بودن شروع میشه و اگه بهش توجه نشه کم کم وارد شرایط بدتری میشه. این موضوع در حیوانات به طور کامل بررسی شده، موجوداتی که مدت زیادی در قفس نگهداری شدن. اما در یک مورد هولناک، جینی کودکی که در 1957 در آرکیدیای کالیفرنیا به دنیا آمده بود، تبدیل شد به یکی از مشهورترین نمونه‌های مطالعه برای روانشناسی کودک. تحقیر اون و خانوادش توسط پدرش که توهم و وحشت از دنیای خارج از خانواده و واقعی رو داشت باعث شد ارتباط اون رو به طور کامل با دنیا قطع کنه. جینی از بدو تولد به مدت 13 سال در یک اتاق بدون پنجره توسط پدرش حبس شد. بیشتر اوقات اون رو به تختش میبست و هیچ وقت غذای مناسب نمیخورد. وقتی بعد از 13 سال در 1970 پیدا شد، قادر به تکلم نبود. از نظر ذهنی و رفتاری مشابه با یک کودک 18 ماهه بود. جینی اما برای مدت‌ها تحت بررسی و درمان قرار گرفت و تبدیل شد به یک نمونه واقعی از ایزوله و جداسازی کامل انسان از دنیای اطراف. یک نمونه نادر از یک آزمایش غیر ممکن. چی میشه اگه یک انسان به طور کامل از ارتباط با انسان‌های دیگه، روابط اجتماعی و یادگیری زبان محروم باشه؟ دختر جنگل که نه در بین گورکا بلکه درست در وسط شهر بزرگ شده بود. جینی اما هنوز زنده است و زندگی میکنه. هویت و محل زندگیش توسط ایالت کالیفرنیا حفاظت میشه. اتفاقاتی مثل این خیلی نادر و عجیبه و خیلی از تنهایی و بی‌حوصلگی روزمره که برای ما انسانها اتفاق میفته فاصله داره. بی‌حوصلگی معمولی چیزیه که وقتی توی فرودگاه انتظار میکشید یا موقع گوش کردن به یک سخنرانی خسته کننده تجربهش میکنید. ناهنجاری روحی یا مغزی نیست. این فقط یک احساس موقتیه. نمودار رابرت پلاتچیک یکی از بهترین روش‌ها برای نمایش احساسات مختلفه. این نمودار دایره‌ای با 8 احساس پایه شروع میشه و بر مبنای شدت گسترش پیدا میکنه. کسل و بی‌حوصله بودن به عنوان نسخه ضعیف‌تر از بیزاری و انزجار در این نمودار مشخص شده. هیچ کدوم از احساسات اضافی و زیادی نیستن. مقدار مناسب و متعادل از هر کدوم برای زندگی سالم لازم و ضروریه. موجودات دارای احساس از جمله انسان روابط پیچیده تری رو مثل دوستی، عذرخواهی، عشق ورزیدن و برنامه ریزی و ساخت آینده در بین خودشون دارن. بیزاری و تنفر یا چنده شدن حسیه که ما دوستش نداریم. جلوی ما رو میگیره برای انجام دادن کارها. اما دقیقاً به همین دلیل در مغز ما به وجود اومده. مثل یک اخطار در برابر چیزهایی که برای بدن ما سالم نیستن و ممکنه ما رو بکشن. مثل یک دوست خوب، چنده شدن ما رو از چیزهایی که برامون خوب نیست دور میکنه. خب الان فکر میکنم بتونیم به سوالمون جواب بدیم، اینکه چرا بی‌حوصله میشیم. بی‌حوصلگی و کسلی هم ما رو محافظت میکنه از کارهای تکراری و روزمرگی، چیزهایی که مغز ما رو به مرور تخریب میکنه. در واقع روش دفاعی مغز در برابر یک نواختی، در مقابل چیزهایی که هیجان و فایده‌ای برای ما ندارن. بی‌حوصلگی ما رو مجبور به انجام کارهای جدید میکنه. گاهی بی‌حوصله بودن نشونه سلامت مغزی و فکری ماست. برامون مفیده. موجوداتی که بی‌حوصله میشن بیشتر خلاقیت نشون میدن و بیشتر میتونن خودشون رو با شرایط مختلف سازگار کنن. در نتیجه موجودات بیشتری مثل خودشون تولید میکنن و بیشتر گسترش پیدا میکنن. موجودات بی‌حوصله شو.
پس دفعه بعدی که یکم حوصله‌تون سر رفت به خودتون افتخار کنید. ما جوری تکامل پیدا کردیم که نیازهامون ما رو به سمت چیزهای بهتر و ضروری تر هدایت میکنه، مثل گشنگی یا تشنگی که ما رو از نیاز بدن به آب یا مواد غذایی آگاه میکنه. گاهی به خودتون یکم استراحت بدین از کاری که میکنین، اجازه بدین حوصله‌تون سر بره، چیزی که باعث میشه برای خلاقیت و کارهای نو آتش بیشتری داشته باشه. امیدوارم معامله خوبی براتون بوده باشه و مثل همیشه ممنون که ما رو تماشا کردید.